جومی گردی ها با دکتر اسماعیل نوریالا. دوغن آرزو با درودی دوباره خدمت همه شما علاقمندان جمعگردی های دکتر اسماعیل نوریالا. سعید بیوانی هستم و جمعگردی 31 ماه می دکتر اسماعیل نوریالا رو تحت عنوان دو قرن آرزو با هم دنبال میکنیم. نوریالا می نویسد که همیشه بین تولد یک مفهوم در ذهن یک یا چند نفر یا تبدیل شدن آن به واقعیتی عینی و سپس تحولات مختلف آن ذهنیت عینی شده تا لحظه‌ای که انسان معاصر برداشت خیش از آن را بیان کند فاصله های کوتاه و بلندی وجود دارد. داستان دموکراسی نیز چنین است. در جامعه کوچک شهروندان یونان باستان از ذهنیت به عینیت تبدیل می شود فراز و نشیبی چندین و چند قرن را طی می کند تا در دهه نخست قرن بیستم تبدیل به پایه و شالوده جامعه‌ای شود که امروزه آن را با صفت باز مشخص می کنید. در این میان وقایع عمده اجتماعی از جمله جنگ‌های گسترده و پیشرفت‌های انقلابی در فن شناسی می‌تواند به باز تعریف مفاهیم کهن در مجموعه‌ای از ضرورت‌های نوین کمک کند. مثلا فاصله 13 ساله بین مطرح کردن مفهوم جامعه باز به وسیله فیلسوف فرانسوی هانری لوی برگوسن در سال 1932 و تشریح جامعه شناختی چنین مفهومی به وسیله متفکر اتریشی انگلیسی کارل پوپر در سال 1954 مجموعاً در برگیرنده سالهایی است که بشریت با پوست و گوشت و استخوان خود با واقعیت هولناک جامعه بسته آشنا می شود و نظام‌های هولناک استالین و هیتلر و موسولینی را در عمل تجربه می کند و سپس کتاب دو جلدی جامعه باز کارل پوپر بیان جمع‌بندی ماحصل تجربه عینی می شود که در طی آن میلیون‌ها انسان به تبعید و آوارگی و سوختن و کشته شدن تن در می دهند تا خطوط و سطور این کتاب بتواند آینه تاریخ و علم را در برابر انسان نیمه دوم قرن بیستم بگیرد و به او کمک کند تا داورانه دریابد که در ذهنیت خود به کدام یک از دو نوع جامعه بسته و باز تعلق دارد، تعلقی که عمیقاً به روان انسان نقد می‌زند و نشان می‌دهد که آدمیان برای حضور داشتن در یکی از اردوگاه‌های متخالف این دو نوع جامعه باید دارای چگونه باورهایی باشند. یعنی در یک قانونمندی کلی تاریخ اجتماعی از دل تجربه های قرن گذشته دریافتیم که اگرچه جامعه باز انسان مخصوص به خود را می طلبد اما و به هر حال باید پذیرفت که هر ذهنیت خاص که گسترده و عمومی شد سازنده پیمان نامه ها و قوانین و ساختارها و نهادهای برآمده از آن اسناد می شود و ذهنیت دموکراسی خواه انسان پس از جنگ نیز در ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن جامعه عینیت یافته که باز خوانده می شود. برای مردمانی که در جوامع غربی پس از جنگ دوم جهانی چشم به جهان می گشودند
مفهوم جامعه باز مفهومی مطلوب و در این حال نیمه عینی بود و آنها می توانستند از این مفهوم همچون الگویی برای بهبود بیشتر ساختارهای سیاسی و اجتماعی زندگی خود سود بجویند. از سوی دیگر آنان در همسایگی خود در ماورای دیوارهای آهنی ایدئولوژی‌های نوین مفهوم جامعه بسته را در کار می‌یافتند و از راه تصور غایب مشخصات آن به چند و چون جامعه باز خود بیشتر واقف می‌شدند. جنگ جهانی در جای جایی از کره خاکی مفهوم جامعه باز را به عینیت مبدل ساخته بود، اما همچنان بخش‌های عمده‌ای از جهان در دایره جوامع فروبسته نظم‌های سنتی مذهبی و اخیراً ایدئولوژیک اسیر بودند و راه خروجشان از آن ظلمات نیز گم شده بود. اما در مورد خودمون کافی نیست که جملات فوق را با فعل ماضی بیاوریم، چرا که اگرچه از پایان نیمه اول قرن بیستم تا روزگار ما روند گشوده شدن جوامع باز و استقرار دموکراسی به عنوان شالوده چنین جوامعی به سرعت ادامه داشته است، اما ما ناباورانه ناگزیریم از آن کنیم که همکنون نیز به صورتی واقعا نابهنگام اما آشکارا و انکار ناپذیر در چنین وضعیتی قرار داریم و هنوز راه خروجمان از این بن‌بست مشخص نشده است. این اعتراف دردناک از آن رو واقعی است که جامعه باز را می توان از منظرهای مختلفی دید و تعریف کرد. مثلا در سطح فردی و اجتماعی وجود جامعه باز مستلزم وجود دموکراسی، آن هم در مهمترین جلوه آن یعنی آزادی و به خصوص آزادی های سیاسی است و همین وجهه فکری است که پس از جنگ جهانی دوم زمینه را برای نگارش و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم ساخته، سندی که تا همین امروز مهمترین دستاورد خرد بشری به شمار آمده و برتر از هر کتاب مقدس و مجموعه سنت و حدیثی محسوب می شود. یعنی اکنون دیگر هیچ کس نمی تواند منکر این واقعیت شود که جامعه باز تنها و تنها بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به وجود میاد و هر کجا که ادعای یافتن بدیلی آسمانی و زمینی چه در قامت مذهب و چه در قامت ایدئولوژی برای آن مطرح شود باید منتظر شکل گرفتن جامعه بسته دیگری بود. جامعه باز دارای دولتی گشوده نیز هست که بر بنیاد مفاهیم حقوق بشر شکل میگیرد و عمل میکند و این دولت از لحاظ ساختاری از یک سو ادواری، از سوی دیگر پاسخگو و سهلگیر بوده و در امر کرداری نیز شفاف و انعطاف پذیر است. مجموعاً میخواهم بگویم که مفهوم جامعه باز در جلوه حقوق بشری خود میتواند همچون نورافکنی به ما کمک کند تا عمق بسته بودن جامعه خیش را دریابیم و بتوانیم بر اساس ادراکی عینی و ملموس راه خروج از فروبستگی را تشخیص دهیم. در این رهگذر کافیست به چند صفت یک جامعه باز توجه کنیم و این صفات را به مثابه معیاری برای تشخیص ماهیت جامعه خیش به کار گیریم. مثلا می توان پرسید که در جامعه ما خبری از رعایت مفاد اعلامی حقوق بشر هست؟ و اگر نیست ناچاریم بپذیریم که در جامعه بسته زندگی می کنیم. آیا حکومت و دولت و مکانیسم‌های سیاسی در کشور ما پاسخگو به مردم هست؟ آیا کارکردشان شفاف است؟ آیا اهل تساهل هست؟ آیا منشأ تبعیض‌های گوناگون نیستند؟ آیا مردم را در تصمیم گیری درباره سرنوشت خیش صاحب و سهیم و حاکم می دانند؟ آیا قوانین جاری در کشور انسان مدارند یا ریشه در آسمان و سنت دارند؟ یا بالاخره اینکه یکی از نشانه های مورد اجماع نظر اهل فن
در مورد جامعه باز آن است که مردم بتوانند رهبران خود را بدون نیاز به شورش و خونریزی و کودتا و انقلاب برکنار کنند. آیا در جامعه ما چنین امکانی وجود دارد؟ و این پرسش آخرین ما را به وضعیت امروزمان برمی‌گرداند. انقلاب مشروطه ایران پس از سالهای طولانی کوشش و گفتمانسازی عاقبت در 107 سال پیش تجلی آغاز ایران نوین شد و خواست تا درهای فروبسته جامعه قاجاری را بر روی جهان بگشاید. و اکنون مردمانی از 3 تا 5 نسل پس از آن پیروزی هنوز در جهان زندند و میراث بر آن تجربه محسوب می شوند و می توانند از خود بپرسند که در این 2 قرن آرزو تا چه حد به رویاهای مادران و پدران خیش نزدیک شدند. ما می توانیم تحقیق کنیم که چگونه روحانیت و سلطنت و برخی از متمم‌های افسوده شده به دست آنان بر قانون اساسی مشروطیت همچون موریانهای سمج پایه‌های ساختار حکومت مشروطه شده به قانونی همچون موریانهای سمج پایه‌های ساختار حکومت مشروطه شده به قانونی انسان مدار را جویده و در نهایت در بهمن 1357 کل آن ساختمان آرزویی را در سیاهجال حکومت مشروعه دینکاران امامی منحل ساختند. می توانیم بکوشیم تا فاصله سال 57 و همکنونمان از جامعه باز را نیز اندازه‌گیری کنیم تا دریابیم که در همین 3 دهه گذشته تا چه حد به اعماق جامعه بسته قبلی خود پرتاب شده ایم. مگر معنای ارتجاع چیزی جز رجعت و بازگشت است؟ اکنون می توانیم بدانیم که چگونه از لبه های جامعه باز به جامعه‌ای برگشته ایم که هر آن می کوشد تا بسته تر شود، از جهان باز و مدرن فاصله بگیرد، به اعماق وحش جامعه های ناگشوده تاریخ برگردد. ما همکنون جلوه چنین دور شدنی از جغرافیای جوامع باز را در جریان روند موسوم به انتخابات ریاست جمهوری شاهدیم. ما که سهل است این روزها اهل اصلاح رژیم، اهل مطالبه انتخابات آزاد از این رژیم و منادیان مبارزه خشونت پرهیز با این رژیم نیز همگی با جلوه قامز اما آشکاری از کمال یابندگی یک جامعه بسته روبرو شده و از شدت حرمان سر به دیوارهای سنگین اشتباهات خیش میکوبند. 2 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در واقع رئیس دیوانخانه حکومتی و تدارکاتچی ولی فقیه است تا رئیس جمهور مردمانمان حکومت مسلط بر ایران اراده خیش را برای بستن کوچکترین روزنهای رخنه کرده در دیوار جامعه بسته من آشکار ساخته و تصمیم گرفته است تا انتخاباتی به قول خودشان سرد و بی‌نشاط را تحمل کند، اما در مقابل این امید را از مردم بستاند که در ایران اسلام زده نیز میتوان به فرارسیدن جامعه باز اندیشید. اگر حکومت در جریان انتخابات متعدد و پرشور گذشته از این خوشنود بود که توانسته است مردم را گروه گروه به پای صندوق‌های رأی بکشاند، این بار خود موجبات بیرمق بودن کارش را فراهم ساخته و با رد صلاحیت 2 کاندیدای توهمزا و البته به دلایلی که جای شهران اینجا نیست، شورآفرین قفل‌های سنگین درهای جامعه بسته ایران را سنگین‌تر از همیشه کرده است. کمی به تصویر خاکستر گرفته این 8 برگزیده شورای نگهبان خیره شده به سخنانشان گوش فرادهید تا دریابید که صدای جامعه بسته چگونه از حلقوم تاریک آنان برمی‌آید و از فرارسیدن روزهای بدتر و اندوهناکتری به اسیران جامعه بسته خبر می‌دهد.
یعنی میتوان مدعی شد که جامعه امروز ایران از همیشه بسته تر شده و حاکمیت خونخوار استبدادی همه تعارف‌ها را کنار نهاده و با قربالی در دست هرچه و هر که را که بتواند حتی مزورانه و فرصت طلبانه نوید گشایشی باشد به زباله‌دان اسلامی خیش پرتاب کرده است. این بیشتر سرآغاز عصر تازه است که اگر از یک سو دردناک و دلهور آفرین می نماید، اما از سوی دیگر می توان امر یکسره کردن کار را در دیدگان مردمی واقع بین شده ممکن تر از همیشه نشان دهد. چرا؟ از این رو که اهل فریب و دغل تاکنون با تسریق توهماتی برگرفته از تعاریف و مشخصات جامعه باز می کوشیدن گوهر فروبستگی جامعه اسلام زده ایران را پوشیده بدارند و لاجرم انتخابات یکی از صندوق‌های شعبده این دغلکاران بوده است. یعنی تمام جریانات اصلاح طلبی، مطالب محوری و خواستار انتخابات آزاد به دست همین رژیم کار خود را با نسخه برداری تقلبی از روی مشخصات جامعه باز انجام می دادن. اما اکنون به نظر می رسد که حکومت مصلحت خود را در این دیده که همین تقلید مضحک را نیز تعطیل کند، انتخابات نمایشی خیش را از شور بیاندازد و در مراسمی پوچ و شرم‌آور یکی از برکشیدگان نالای خود را به عنوان منتخب مردم به جامعه جهانی عرضه بداند و ما چه بخواهیم چه نه با مختصر اندیشیدنی می توانیم پیام پیچیده در این تصمیم مصلحت اندیشانه را استخراج کنیم. یعنی حکومت می گوید که قصد دارد توهم ایجاد جامعه باز را تعطیل کند، دیگر وقت ندارد که به بازی تقلید از تجلیات آنگونه جامعه متشبث شود. رفسنجانی، این دکتر فرانکشتن اسلامی، این معمار جنگ و صلح، شکنجه و اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج کشور، برباد دهنده استقلال اقتصادی ایران، هدیه کننده ثروت‌های ملت به سرداران سپاه، آری حتی این جرثومه جنایت نیز به بسته بودن جامعه‌ای که خود آفریده اذعان می‌کند وقتی که با اهالی ستاد انتخاباتیش بدرود می‌گوید و می‌نالد که دیگر در سایه نظام اسلامی هیچ کس نمی‌داند فردا چه می‌شود و وضع آنقدر خراب است که برای پذیرش مسئولیت باید ایثار کرد و سایه افکنان نادانند و نمیدانند چه میکنند و عقل ندارند و خصومت و افترا جامعه را پر کرده است، آنسان که دیگر به دشمن خارجی نیازی نیست، چرا که مشکلات از درون در حال وقوع است. اینها تازه ادراک مردی است که از دل همین نظام برآمده، فرمانده کل جنگ، رئیس جمهوری 8 ساله و رئیس مجمع تشخیص مصلحتی 20 و چند ساله و عضو دائمی مجلس نخبگان رهبریش بوده است و اگر حرفی میزند هنوز نه به سودای ایجاد یک جامعه باز که در پی ایجاد جامعه‌ای بسته است که بتوان در آن تصور موهوم امکان تحول و گشودگی را همچون آمپولی تقویتی و توهمزا به بدن نیمه مرده جامعه اسلام زده تزریق کرد و برای خود و اشرافیتی که بیش از 3 دهه بر فراز این ساختار منحوس ساخته شده و قوام یافته عمر بیشتری خرید. به نظر من آشکار شدن قطعی بسته بودن جامعه و نظام سیاسیان با همه کراهت و رنجاوری که در آن موج میزند میتواند مبدع حرکت مردم ما به سوی روشنایی فرو خفته در اندیشه جامعه باز باشد، میتواند انسان مداری، ملت سالاری، دموکراسی سکولار، حقوق بشر، انتخابی و پاسخ گو بودن حکومت و دولت، شفافیت روندهای سیاسی و عزل پذیری مقامات کشوری را به عنوان راهنماهای حرکت بعدی جامعه
به سطح تفکر مردم آورده و آنها را به اجزای یک گفتمان جدید که در دو قرن تلاش برای آزادی ریشه دارد مبدل سازد. اما من اگرچه این همه را میبینم و باز میگویم دریغا گوی این واقعیت گریز ناپذیر نیز هستم که باید به یک امای بزرگ نیز اشاره کنم. به نظر من اگر بپذیریم که از 24 خرداد پیش رو دوران جدیدی از تاریخ معاصر ما آغاز خواهد شد که در آن دیگر توهمی نسبت به باز بودن بالقوه ساختار سیاسی وجود ندارد، آنگاه باید بیش از همیشه مراقب روشنفکران و کوشندگان سیاسی و اجتماعی خیش نیز باشیم، چرا که آنان و تنها آنان مسئول شکل دادن به گفتمان جامعه باز برای آینده ایرانند و اگر در این مورد اهمالی از خود نشان دهند، در واقع وظیفه آگاه و ناگاه خود را در امر واکنش نشان دادن به شرایط واقعا موجود جامعه کنونی از دست فرو هشته و آلوده خیانت و نارواکاری های مهلک و تاریخی شدند. اکنون دوران امتحان این نخبگان و روشنفکران و کوشندگان فرا رسیده است تا نشان دهند که آیا حاملان جامعه باز فردای ایرانند یا اینکه به خاطر سرسپردگی به بیگانه، خودخواهی های پلید شخصی و آمادگی ذهنی نداشتن برای استقبال از جامعه باز، باز ذهنیت های عقب مانده درهای قابل گشایش را می‌بندند، از وقوع اجماع نظر و عمل خواستاران جامعه با جلوگیری می‌کنند و می‌گذارند تا نسلی دیگر در فضای مسموم جامعه بسته ایدئولوژی زده و در مذهب سوخته کنونی دست و پا زنند و زندگی بی جایگزین خیش را به هدر رفته ببینند. آری اکنون وقت آن رسیده که به رد و ابرام طرز سخن گویندگان نپردازیم و به جای آن به این نکته توجه کنیم که آنچه میگویند تا چه حد از عطر و خبر فردای جامعه باز که میتواند از آن ایرانیان نیز باشد سرشار از همان گنشده‌ای که در سخن شیرین حافظ با این تمنا بیان میشود که ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و مژده دیدار بیار، تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمعی از نفحات نفس یار بیار. اینم گفتگوی این هفته دکتر اسماعیل نوریالا بود. امیدوارم که در حقیقت گوش در را به آن بسپاریم و ببینیم که جامعه باز کدام است و برای رسیدن به جامعه باز چه باید کرد. متشکرم.